من رضا مزگی هستم، بچه بیرجن. من رضا مزگی نژاد سرباز بودم و تو منطقه پیرانشهر خدمت میکردم برای وطن خودم، که یک دفعه مواجه شدیم به یک حمله. بعد وقتی که به ما حمله شد، ما رو اسیر کردم، بعد بردن تو منطقه خود چیز خاک عراق. بعد چشام باستم، ما رو بردم توی تقریبا خیلی با فاصله حدودی نفهمیدم چند یه ساعتی دو ساعتی تو کنم تو را بودیم، یادم نبود. ولی بردن توی یه زندانی، ما رو زندان باز کردن، چشام باز کردن. بعد دیگه اونجا بعد گفتم دوستان که به هم بودیم، که گفتم اینا کی هستن؟ گفت اینا منافقین هم. گفتم من اینا نمیشناسم. اینا الان دیگه ما اومدیم اینجا، یه دفعه ما را با لباس دادن و بعد غذای خوب و اینا جذب خودشون میکردن، که ما دیگه مجبور شدیم. میگفتم آه چقدر خوبه دیگه، اینجا به ما برستگی میشه. معلوم که دیگه مجبور شدیم از ناچاری دیگه تن به ذلت فرقه بدهیم. و از اونجا از تبلیغات دروغ که میکردن برای ما، که ها شما چیز هستی، هم وطن ما هستی، ما با شما میرفتیم، و ما از این چیزایی که دیگه همیتون میبافن. بعد دیگه خلاصه ما را که با فریب و دروغ و کلک ما رو دیگه بردم به صدا خودشون، که پایگاه خودشون که اشرف باشه، که از اونجا دیگه ما هرچی دیدیم همه دروغ در اومد، اصلا چیز واقعی توش نبود. اونا مثلا الان میمونه که اینا فرق اینطوریه که وقتی که ما نیرو جذب کنه، اینه گنجش میکنه، دون میپاشه، بعد جذب میگیره، دام میندازه، و دیگه دامی که دیگه ولکنش نیست دیگه. حالا وقتی که کبوتر بندازید توی قفس، دیگه از قفس میتونه پرواز بکنه مگه؟ همینطوریه. حالا هر طور باشه، اینا دون میپاشن، نیرو جذب میکنن، بعد دیگه حالا بیا اون نیرو هر کار بکنه دیگه، از دست اون فرقه آزاد نداره که، مگه اینی که دیگه چیه بگه؟ انتخاب بکنه که از اونجا و بعد دیگه من وقتی از عراق منتقل شدم اومدم اینجا، اینجا دیگه تصمیم گرفتم که گفتم من دیگه باید از این فرقه جدا بشم و زندگی آزادانه خودم داشتم، چون اونجا زندگی آزادانه نبود، که زیر فشار نشست و پشت نشست و کار و بیگاری، و ما مثل برده کار میکردیم، ببخشید مثل بگم خر کار میکردیم، بعدم کنم ما اونجا کار میکردیم، شب از سرما بعد زیر آفتاب زیر سرما، در صورتی که سران فرقه با راحتی زیر کولر و سرما گرما همیشه داشتن، ما هیچی نداشتیم، با چیزای خیلی مختصری کم، با لباسای خیلی بشل پایین، توی کنو لباسای شیک داشتن، کفش ها خود. من جدی میگم یه بار کفشم پارشو، ساید کفشم نمیتونستم برای من تامین کنم، من یک ماه کفش پاره رو میرفتم که آب میرفت تو پام که آرش میزد. اینا رو خیلی برای من خیلی فشار داره که بگم، ولی خب به هر حال دیگه فرقه جنایت.
میخوام داستان خودم از این که از فرقه جدا شدم چی بود. واقعیت اینه که اگر ته دل همه اونایی که تو فرقه دوستانمان هست باز کنی، همین داستانی که الان ما هستیم، آزادی ندارم، دوست دارم که همشون آزادی داشته باشن، ولی آزادی که اونجا هست نه، آزادی که بیان بیرون، یعنی جدا بشن. تو فرقه همه کارو که ما مثلا حساب داشتیم، به حساب خود کامپیوتر کار میکردیم، همه رو از طرف بالاشون فرمانداشون مانیتور میکردم. اصلا من یک بخوام یه فاکت بگم، من داشتم با همین دوستایی که اصلا خود اینا به حساب خودشون دوستایی که چت میکردیم براشون اینا دادگی چت میکردم، و اومد یه دفعه همین یوسف که فرمانده مو اومد گفت آها تو داری با زنها چت میکنی، تو داری این کار نباید بکنی، فلان کنی. گفتم بابا ما چت نمیکنیم، ما یه سلام علیک کردیم، تازه تبلیغات خودت میکنی، تو داری به ما میگی نه شما نباید با دست بیرونی رابطه بزنیم با این، مگر نمیدونی باید فاکتش بخونی دیگه. باید شب میومدی غسل و از این یکی یکی باید جواب میدادی. گفتم بابا این زندگی که زندگی نیست، که این زندگی حیوانی، ببخشید باید زندگی داشته باشی، حداقل آزاد باشین دیگه. ما حق تلفن هم نداریم، با خانواده هم که نداشتیم تلفن هم، رادیو هم که جرم اونجا داشته باشیم، با همه چی. پس خلاصه ما چیکار کنیم دیگه، ببرین دور بر ما دیگه قشنگ چیه، بهر نفر یه دیوار بکشید مشخص باشه که آدم بدونه که چیکار بکنه. بابا این تو زندگی تو فرقه نیست، که زندگی که هست این زندگی بردگیه نه زندگیه. و دوستانی که الان واقعا تو فرقه هستن میخوام که همین انتخابی که فقط یک لحظه انتخابی که آقا من انتخاب کردم که آزادانه زندگی کنم، تمام دیگه هیچی دیگه نمیخوام. و این حق میگم حق هر انسانی هست که انتخاب بکنه و زندگی آزادانه خودش بده. و الان ما زندگی خودمون داریم، خیلی هم آزادانه زندگی میکنیم، و اون زندگی که دست طریقه داشتیم وجود ندارد. و ما الان احساس واقعا احساس نفس کشیدن میکنیم، اونجا احساس نفس کشیدن نمیکردیم. نکته که باید الان یادآوری بکنم سر انجمن آسیلاست که در تیرانا تشکیل شده است. این انجمن آسیلا با حمایت مردم ایران که خیلی خیلی باش میگم چی میگم اصلا نقطه کلیدی هستش و با ارزشترین کاری است که تو اینجا انجام شده این انجمن، که این با زحمات خانواده‌های ایران تشکیل شده است. و این انجمن به تک تک ما آزادانه یعنی مختار هستیم که آزادانه باشیم در این کشور. و پیام خودم به همین دوستان من که الان مثل خودمون الان از تو فرقه هستن، در بند فرقه هستن، اونا هم میتونن آزاد بشن و به این انجمن بپیوندن، در کنار خانواده‌های خودشون از آزادی
که هر انسان داره است لذت ببرم و این بالاترین ارزشی است برای هر انسان که بتواند آزادانه زندگی خودش رو انتخاب بکند. خیلی ممنون.